به نام خدا، وحید فرزام هستم. تو این ویدیوی آموزشی میخوایم راجع به موضوع طراحی و ایجاد جداول در دیتابیس اکسس با هم صحبت کنیم. توجه کنید که فرض بر اینه که ما اولین قدم رو که اونم قدم طراحی دیتابیس هست رد کردیم. ببینید، ما وقتی ما با یه مسئله اطلاعاتی مواجه میشیم، در قدم اول شروع میکنیم به شناخت اون مسئله. مسئله رو شناخت بهش پیدا میکنیم، تحلیل میکنیم، آنالیز میکنیم، نیازها رو شناسایی میکنیم و و و مراحل مختلف رو طی میکنیم تا در نهایت به این نقطه میرسیم که مشخص کنیم سیستم ما با توجه به جریان اطلاعاتی که درش اتفاق میفته و با توجه به نیازهای ما احتیاج هست که در این یکی دو تا سه تا چند تا تیبل اطلاعاتش ذخیره بشه. فرض بر اینه که ما از اون نقطه رد شدیم و حالا میخوایم توی یه پایگاه داده اکسس شروع کنیم به طراحی جداول. خب من یک دیتابیس بلانک در مسیر مورد نظرم ایجاد میکنم. با نام مشخص وقتی این دیتابیس رو با استفاده از دکمه create ایجاد میکنیم، در قدم در همون مرحله اول یه دونه تیبل اینجا میبینیم که البته اون این در واقع تیبل سیو شده نیست، یه تیبلی که در این ویو باز میشه. ما اگه بخوایم میتونیم سیوش کنیم. من میبندم و خاطر این شما مسیر رو از ابتدا ببینید. روبان create گزینه تیبل دیزاین، من تیبل دیزاین رو کلیک میکنم، مستقیما میرم به نمای طراحی جدول. میخوایم این نما رو با هم مقدار مرور کنیم. اولین فیلدی که اولین قدم ما در نمای طراحی جدول اینه که فیلدها یا ستونهای جدول رو وارد کنیم. من برای این جدول که فرض کنید جدولی است که مشخصات پرسونلی رو قرار نگهداری کنه، من مثلا این فیلدهای فرست نیم و last name رو دارم و حالا فیلد های دیگری که میخوایم اضافه کنیم. در قدم دوم نوع اطلاعات مربوط به هر فیلد رو باید مشخص کنیم. اکسس این انواع اطلاعات رو داره که راجب همشون احتمالا میخوایم با هم صحبت کنیم. تکست نوع داده متن هست. البته وقتی فیلدی رو از نوع تکست انتخاب میکنید، این پایین توی فیلد سایزش، توی بخش پراپرتی فیلد ها میتونید بگید حداکثر تعداد حروفش چند حرف باشد و بهتره که اندازه خیلی بزرگ نباشه تا حجم دیتابیس شما بیهوده اشغال نشه. تکست یعنی متن، ممو یعنی متن‌های طولانی. مثلا اگه من یه فیلدی اینجا داشته باشم از نوع آدرس، برای اون با توجه به این که آدرس میتونه طولانی باشه، بیشتر از 255 کاراکتر، از نوع دیتا تایپ ممو استفاده میکنم. ادامه میدیم. نامبر یعنی اعداد، اعم از صحیح یا اعشاری. دیت اند تایم یعنی تاریخ یا ساعت. کارنسی اعداد مالی. اتونامبر همون نامبریست که 1, 2, 3, 4 خودش پر میکنه فیلد رو. شما داخل فیلد اتونامبر مقداری رو وارد نمی کنید. یسنو میشه فیلد های دو گزینه، یعنی فیلد هایی که جوابش ترو یا فالسه، بلی یا خیره، درست یا غلطه. اویلی آبجکت میشه فیلدی که محتواش یه آبجکت اویلیه که بعداً صحبت خواهیم کرد. هایپر لینک فیلدی است که محتواش به یک به صورت یک هایپر لینک سیو میشه، مثل فیلدهای برای ذخیره وبسایت یا ایمیل. اتچمنت برای ذخیره پیوست یا فایل پیوست در حصر ردیف هست. و لوکاپ ویزارد هم برای اینکه فیلد شما این لیست لوکاپ داشته باشد، که راجع به اینها باز در ادامه صحبت خواهم کرد. من آیدی رو انتخاب میکنم اوتونامبر، میخوام خودش شماره بخوره 1, 2, 3, 4 و من تایپ نکنم شماره ها رو. و فرست نیم و لست نیم رو از نوع تکس انتخاب میکنم، فقط فیلد سایزشون رو میذارم 50.
برای first name و برای last name. این جدول احتیاج، هر جدولی یادتون باشه توی هر دیتابیسی احتیاج دارد به یه فیلدی به عنوان پرایمری کی یا کلید اولیه. فیلد پرایمری کی فیلدیه که با استفاده از اون شما رکوردهای جدول رو به شکل یکتا صدا میزنید. فرض کنید شما میخواین افراد یه شرکت رو صدا بزنید. وقتی شما میگید علی الزاماً به یک شخص نمیرسید، وقتی شما میگید آقای احمدی الزاماً به یک شخص نمیرسید، ولی وقتی میگید که شماره پرسونلی مثلا فرض کنید 311-55، این شماره الزاماً به یک نفر ختم میشه. یعنی فیلدی که با اشاره کردن به اون حتما به یه رکورد خواهید رسید. فیلد هایی که به عنوان پرایمری کی تعریف میشن نمیتونن خالی باشن، نه مقدار تکراری قبول کنن. من اینجا آیدی رو از نوع پرایمری کی خودم انتخاب میکنم. هر فیلدی رو میتونستم انتخاب کنم، ولی منطقا فرست نیم نمیتونه پرایمری کی باشه چون ممکنه تکراری باشه، لاست نیم همینطور، ادرس همینطور. البته مثلا فرض کنید که مثلا اگر من یه نشنال کدی همینجا داشتم از نوع داده تکس با تعداد حروف 10 کارکتر، این رو هم میتونستم به عنوان پرایمری کی انتخاب کنم. من آیدی رو انتخاب میکنم، راست کلیک پرایمری کی و جدول رو سیو میکنم. لطفا ببینید من یه از پرایمری کی رو بر میدارم سیو میکنم و وقتی میخوام اسم بدم به جدول بعد از مرحله سیو، مثلا من میگم جدول فرض کنید که امپلوی یا پرسونل. نداشتن پرایمری کی انقدر مهمه که داره به من هشدار میده، میگه جدولت پرایمری کی نداره، میخوای من اضافه کنم یا خودت مشخص میکنی؟ من میگم نو، یعنی تو اضافه نکن. طراحی که دارم ادامه میدم یه بار دیگه اینجا راست کلیک میکنم، میگم اینو برام به عنوان پرایمری کی در نظر بگیر، سیو میکنم و این جدول ساخته شد. حالا برای دیدنش یه روش دابل کلیک میکنم، میرم به نمای دیتا شیت. جدول این ویو ها رو داره، دیزاین ویو و دیتا شیت ویو. البته راجع به پیوت تیبل و پیوت چارت ویو بعداً صحبت خواهد شد در ویدیوهای بعدی، الان راجع به اون صحبتی نمی کنیم. پس ببینید من میام در دیتا شیت ویو شروع میکنم به پر کردن اطلاعات این جدول. نگاه کنید که فیلد آی دی داره خودش پر میشه چون از نوع اتونام بره. الان من نمیتونم بیام نشنال کد رو به عنوان پرایمری کی انتخاب کنم. اگر بیام نشنال کد رو پرایمری کی بدم به من خطا خواهد داد در زمان سیف، چون مقادیر خالی داره. نگاه کنید سیف نکرد. من دوباره این میذارم پرایمری کی، برمیگردم به نمای دیتا شیت، سیف میکنم. حالا اگر اینجا دو تا مقدار وارد کنم، حالا میتونم بیام به نمای دیزاین و بگم نشنال کد من باشه پرایمری کی من و حالا سیف میشه و حالا میتونم ادامه داستان بدم. الان که نشنال کد شده پرایمری کی من، اگر من بخوام یه رکورد پر کنم، اگه اون خالی باشه اجازه رفتن به رکورد بعد رو من ندارم و میگه حتما باید اینجا چیزی رو وارد کنی. برمیگردم مجدد به نمای طراحی و مجدد آیدی رو به عنوان پرایمری کی انتخاب میکنم. ما به همین ترتیب میتونیم فیلدهای دیگری رو برای جدول انتخاب کنیم. فرض کنید که من میخوام یه فیلدی رو اضافه کنم به عنوان CV، یعنی فایل رزومه هر شخص داخلش سیو باشه. نوع داده اتچمنت رو برایش انتخاب میکنم، جدول رو سیو میکنم، میام به نمای دیتا شیت، اینجا روی این فیلد دابل کلیک میکنم، فیلد CV که البته تایتلش چیز دیگه خورده، با دکمه اد میتونم هر فایلی رو به عنوان فایل CV یا رزومه این شخص به این دیتابیس اضافه کنم. فایل مستقیما در دیتابیس ذخیره شد. یه نکته دیگه، برمیگردیم به نمای طراحی. من حالا میخوام برای اینها یه فیلی اضافه کنم به اسم استیت، استانی که این شخص از اونجا اومده. میخوام یه کاری کنم که استانها رو تایپ نکنه بلکه انتخاب کنه به صورت لیست لوکاپ یا انتخابی براش باشد. نوع داده لوکاپ ویزار دقیقاً به همین معنا در اکسس گذاشته شده است. من نوع داده لوکاپ ویزار رو انتخاب میکنم،
اینجا در مرحله اول یه سوال مهم از من میپرسه، میگه آیا اون مقادیر رو الان میخوای تایپ کنی، این لیست استانها رو، یا قبلا جایی تایپ کردی؟ گزینه قبلا جایی تایپ کردی ما رو وارد بحث ریلیشن ها در اکسس میکنه که الان وارد اون نخواهیم شد، برای همین من این گزینه رو انتخاب میکنم. I will type in the values that I want. Next. حالا لیست استانها رو من تایپ میکنم اینجا، نگاه کنید. و به همین ترتیب استانهای دیگر، next و finish. نوع داده مجدد تکست شد، ولی اگه به زبانه لوکاپ این فیلد مراجعه کنید اطلاعاتو میتونید اینجا ببینید. سیو میکنم، برمیگردم. نگاه کنید اینجا رو، این جدول یه فیلد استیت داره که وقتی داخلش کلیک میکنیم میتونیم انتخاب کنیم. اضافه کردن یه استان به این لیست هم البته خیلی کار ساده است، کافیست برگردید به نمای طراحی، بیاین رو این فیلد استیت در زبانه لوکاپ اینجا این آیتما رو میتونید به راحتی شما ادیت کنید. یه فیلد دیگه اضافه میکنم مثلا به اسم مرید، این اینکه متأهل هست یا نه. دیتا تایپش رو از نوع yes no میذارم، یعنی پاسخش باید بلی یا خیر باشد. سیو میکنم، میام به نمای دیتا شیت و میبینم که اینجا من به راحتی با زدن یه تیک میتونم مشخص کنم که این فرد متأهل هست یا نه، ازدواج کرده است یا خیر. و به همین ترتیب برمیگردیم به نمای طراحی و جدولمون رو طراحی میکنیم. من سعی کردم راجع به همه این دیتا تایپ ها اینجا صحبت کنم. اویلی آبجکت رو شخصا بهش خیلی علاقه ندارم، فکر کنم خیلی هم مهم نیست. من یه فیلد وبسایت اینجا اضافه میکنم و دیتا تایپش رو از نوع هایپرلینک میذارم، نگاه کنید. حالا میخوام آدرس وبسایتش رو اینجا وارد کنم. من اگه اینجا داخل این کلیک کنم، روی راست کلیک هایپرلینک و دکمه ادیت هایپرلینک رو بزنم، به راحتی میتونم اینجا یه آدرس وبسایت بنویسم. لینک من هم میتونه به یه فایل باشه در محیط بیرونی، هم به یه صفحه وب باشه. من به جای اینکه لینک به این فایل بدم، میام یه آدرس وبسایت اینجا مینویسم. پس لینک به فایل هم، به یه فایلی تو سیستم خودم هم میتونم داشته باشم، ولی من این لینک رو به یه آدرس وب نوشتم. برای ادیتش هم کافیه راست کلیک کنیم، هایپر لینک و ادیت هایپر لینک رو بزنیم. این اولین قدم ها در ساخت یک جدول در اکسس بود. در ویدئوهای آموزشی بعدی راجع به این آیتم های این پایین صحبت میکنیم که اسمشون میذاریم فیلد پراپرتیز یا ویژگی های هر فیلد. شما به همین راحتی میتونید توی اکسس یک یا دو یا چند جدول رو طراحی کنید و داخلشون اطلاعاتی رو بریزید. توجه کنید که اکسس یه سری تیبل های سمپل هم داره یا تمپلیت هم داره، یعنی من میتونم اینجا تیبل تمپلیت رو در روبان کرییت انتخاب کنم، یه تیبل به صورت تمپلیت مثلا برای لیست کانتکت هام کلیک کنم و خودش برای من ایجاد میکنه. نگاه کنید، این تیبل رو من سیو میکنم به نام تیبل یک و حالا میتونم دیزاینش رو هم به شما نشون بدم. راست کلیک دیزاین ویو، این خودش یه تیبلیه که برای نگهداری لیست کانتکت ها با تنظیمات مناسب خودش برای من ارائه کرده، که خب نگاه کردن به اینها جنبه های آموزشی میتونه داشته باشه. حتما ویدئوهای آموزشی بعدی ما رو دنبال کنید. ما قدم به قدم شما رو از شروع به طراحی یک دیتابیس در جدول تا مرحله پایان کدنویسی و طراحی فرم پیش خواهیم برد. موفق باشید.